با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد ذری‌مهر هم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا هستیم. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن. قبل از آغاز گفتگومون با آقای دکتر خدمت شما بینندگان گرامی برسونم که این برنامه جنبه اطلاع رسانی داره، به هیچ عنوان به عنوان مشاوره حقوقی به حساب نیاد، لطفاً، چون هر کیسی متفاوته. بنابراین اگه بخواید مشورت حقوقی داشته باشید لطفاً با شماره تلفن‌هایی که پای صفحه می‌بینید تماس بگیرید تا به امید خدا مشکلتون حل بشه و پیشگیری بهتر از هر چیزی. یعنی قبل از هر قراردادی باید با یه وکیل مجربی مثل شما با تجربه با تخصص عالی مشورت بکنن که گرفتار نشن. بعد اینکه گرفتار شدن دیگه از گرفتاری یه خورده مشکل میشه درشون، درسته؟ دقیقاً. با همشون کاملا صحیحه. مشکلی که هست اینه که همونطور که بارها خدمت بینندگان محترم تلویزیون عرض کردیم، اینه که اگر خدای نکرده در یه مقطعی هست که دیگه زندگیتون غیر قابل ادامه است و شما میخواین جدا بشید، نه به اینکه و تمام تلاشتون هم کردید به عنوان فرد و از مشاورین حقوق خانواده استفاده کردید و از اعضای خانواده استفاده کردید و دیدید که این زندگی غیر قابل ادامه است و نمیتونه باشه، یا شما نمیخواید ادامه بدی یا همسرتون نمیخواد ادامه بده. برای همین هم است که تو مقطع اول اگه مشکلی اینجوری براتون پیش اومد، توصیه اکید من اینه که حتما با یک وکیل مجرب تو این زمینه حتما مشاوره بکنید تا خدای نکرده مشکلاتتون رو بتونید کم بکنید. آیا چه مرحله‌ای باید اینا تماس بگیرن؟ درست به محض اینکه تصمیم میگیرن که از هم جدا بشن، همون موقع است که بگه که من برم، هر کی باید وکیل خودش رو بگیره، یا اینکه چه به دادگاه برسن بعد بگم که من وکیل میگیرم؟ آره مشکل کاملا صحیح. ببینید اگر افراد در مرحله جدایی هستن، کافیه که فکر کنن جدا داره میشه و بدونید که وکلا ملزم هستن که اطلاعات شما رو محرمانه نگه دارن. بعد اگر دیدید که خدای نکرده شما تو مقطعی هستید که دیگه نمیتونید ادامه بدید، یا حداقل هنوز جدا نشدید، یه مشاور حقوقی بگیرید بر اساس اطلاعات بفهمید کجا قرار گرفتید. هم بعضی مواقع هستن موکلانی که میگن آقای دکتر ما با متوجه به مشکلات احساس میکنیم وارد سپریشن خواهیم شد، رفتار همسر من اینه که این کارا رو داره میکنه، وقتی و نمیگه جدا شدیم ولی داره این کارا رو میکنه و من نگاه میکنم با حرکت ها رو میذارم کنار هم دیگه، میگم اوکی ایشون داره یک سری اقدامات حقوقی انجام میده و داره اون کارها رو از حالا آماده میکنه. خب با طب موکلم پیشنهاد میکنیم که یه مقدار زیادی چه کارهایی رو باید بکنه و چه کارهایی رو نکنه و خب میتونه کمک بکنه. مثلا میتونه از این که خدا نکرده علیه موکل اتهامی علاوه قضایی به عنوان کریمینال بخواد اتهامی مطرح بشه یا پلیس بخواد دخالت کنه، اونجا میشه کمک بکنیم قبل از اینکه این وارد بشه با گرفتن مشاوره موکل بدونه کجا قرار گرفته و اگر که خدا نکرده اتهامش وارد شد با پلیس چجوری برخورد بکنه و اینکه چه چیزهایی رو میتونه انتظار داشته باشه. ما عملا این مشکل در بعضی موارد داریم که موکلا حواسشون نیست، خیلی حرفا رو زدن بدون اینکه متوجه بشن، بعد یه دفعه اتهاماتی بهشون باشه و الان در دادگاه کریمینال هستن. خب این باعث میشه که مدت‌ها زندگیشون مختل بشه، با مشکلات متعددی و غیر ضروری برخورد داشته باشن و از یه طرف هم هزینه سنگینی بهشون اچاف میشه. وقتی که به این مرحله میرسه باید خیلی مواظب باشن که هر از نظر حرف هم ممکنه چیز بشه، حرف
تهدیدآمیزی نزنه که من میکشمت، این خودش جرمه، اینطور نیست؟ ببینید این کلمات و کلمات دیگه که میتونه از نظر قوانین ما کریمینال آفنس محسوب بشه، و از گفتن این کلمات خودداری باید کرد و رفتارشون هم باید طوری باشه که به این کلمات نزدیک نباشه. خب ما بعضی از فیلم‌های سابق ایرانی الحمدلله دیگه مدت است نمی‌بینیم، ولی بود که از این کلمات استفاده می‌کردن به عنوان جوک و می‌خندیدن و اینا، ولی گفتن اینا میتونه در قوانین ما مسئولیت آور باشه و میتونه دردسر آور باشه. از این لحاظه که ما پیشنهاد میکنم که همیشه موکلا بدونن کجا قرار گرفتن، چه صحبتی رو باید بکنن، چه صحبتی رو نباید بکنن، امور مالیشون رو هوشیارانه باید برخورد کنن، چه کاری در امور مالی باید انجام بدن که بعداً با مشکلی بر نخورن. این نظر من حداقلش. در راستای حرف شما، مثلا اگه زودتر اقدام بکنن، اگه مطمئنن که دارن به اون راه کشیده میشن که بالاخره باید از هم جدا بشن، اگه زودتر این مسئله رو با وکیلشون در میون بذارن، میتونن جلوی سوء استفاده هایی که احتمال داره که پیش بیاد. چه نوع سوء استفاده هایی ممکنه پیش بیاد؟ ببینید خیلیه، نمیشه کمر رو که گفت در این برنامه چند دقیقه. اما به نظر من محصی که مهم اینه که من با توجه به شرایطم چه کارهایی رو باید بکنم، چه کارهایی نباید بکنم، چه چیزی رو باید رکورد داشته باشم برای خودم با توجه به کارهای زندگی خودم، چه چیزی رو نباید داشته باشم. از اونجاست که اگر شرایط رو فراهم بکنی و بدونی که دارای چه ویژگی‌هایی داری، اصلا شما به عنوان یه فرد باید بدونی که چه تعهداتی داری. من موکل داشتم که برای خودش خیلی خواستای زیاد داشت، یه آقایی بود، و من گفتم که بهش که ببین به نظر من شما متضرری تو این کیس، ضرر کننده هستی، چون به نظر من این شرایطی که داری همش باید این ضررها رو بدی، نمیتونی بگی نمیدم، و به تبع برای این که بدی ملزم باید کنی خود رو در چارچوب حقوق خانواده یک دو سه چهار بعد این کار انجام شد. اگر بخوای نکنی درد سرساز و مصد، یک دو هزینه بره، به دلیل این که نخوای وارد میز مذاکره بشی و قوانین رو رعایت کنی، مسلمه که درد سر زیادی واسه خود فراهم میکنی. در انتهای کار وقتی قاضی نگاه میکنه، به این ور نگاه میکنه، به اون ور نگاه میکنه، هزینه ها رو نگاه میکنه، میگه ببینید چیه، با توجه به این هزینه ها باید شما اگر بازنده باشید و مقصر باشید باید یه مقدار هزینه های طرف مقابلت رو بدی. از این لحاظ که من همیشه موکلان پیشنهاد میکنم خودشون در چارچوب های قانونی نگه دارن و بدونن تعهداتشون چیه و بدونن حقوقشون چیه، خودشون رو در اون چارچوب هماهنگ بکنن، خواستاشون رو در اون حدود بگن، و هر قاضی که نگاه کنه راحت حکم میده. اگر که مثلا در یه دادگاهی بود موکل من برای یه مدت اسپانسر سپورت داده بود و درخواست میکرد که آقا رسیده مدارکم من بدین که من برم بیرون کنار ارائه بدم، اینم پولا رو دادم، طرف مقابل از دادن رسید خودداری میکرد و اذیت میکرد. توی جلسه که در حضور قاضی بود من مطرح کردم حکم دادگاه بوده، ایشون پول داده، حالا قرار نیست دیگه پول بده با توجه به شرایط قانونی که پیدا میده، ایشون از دادن رسید خودداری میکنه. میگه به چه دلیل خودداری میکنه؟ رسید رو سریع بهش میدید، پول رو گرفتید یا نگرفتید؟ گفتن گرفتیم. گفتم باید این کار انجام شه، یعنی میخوام یه چیز مثال ساده شه، رسیدا رو بدین کارا رو انجام بدین. بعد گفت اینجا این موارد به چه صورت بوده؟ توضیح دادم. سری گفت چرا این کارا رو نمی‌کنی؟ و مسئله که وجود داره اینه که بسیاری موارد این هست که ما نیاز داریم که موکل در چارچوب‌های قانونی خودش قرار بده، که وقتی که در مقابل قاضی قرار میگیره مهم نیست زن باشه یا مرد باشه، مهم اینه که خواستش قانونی باشه. قاضی ملزم میکنه فرد رو که علی رغم اینکه مرد یا زنه شرایط قانونی رو فراهم بکنه. بنابراین اگر شما وارد اون مرحله طلاق میشید، مرحله جدایی میشید، باید بدونید که مرحله اینه که شما نیاز به یک کارشناس مجرب به عنوان وکیل دارید که تو این زمینه راه حل های قانونی رو به شما نشون بده.
اگر کسی تجربه لازم رو نداره لطف به خودتون بکنید، کسی رو انتخاب کنید که هم شما اعتماد دارید بهش و هم تجربه لازم رو داشته باشه، بدون قوانین به چه صورت بوده، چه شرایطی داشته و چه کارهایی رو باید انجام بدید. دکتر خیلی کم پیش میاد که مثلا دو نفرشون کار بکنن و به یک اندازه هم کار بکنن و هیچ کدومشون به اصطلاح نفقه یا اسپانسر سپورت یا پول حمایت از همسر رو ندن. ببینید اگه دو نفرشون دارن کار میکنن، این کاما مشابه همه، دلیل نداره که کسی به کسی پول بده. یعنی وقت تقسیم اموال دیگه اصلا تقسیم اموال جداست. متوجه داریم میگیم این کام. بله. ممکنه که یه نفر دو نفر کار کنن، یکی حقوقش 80,000 دلار بشه، یکی هم مثلا 82,000 دلار بشه یا 79,000 دلار بشه، ولی این دو نفر همه اموال به نام یه نفره. چرا؟ عروض اول مرد وارد زندگی شده، خانمه وارد زندگی شده، واسه خودش یه خونه هم خریده، بعد از اینکه کار در طول زندگی هم که زندگی میکردن مایل بوده دوباره بخره و خریده. حالا از کجا پولش رو برده بحثی درش نیم، بحث اینه که بگیم اموال به نامش. به طب باید شناسایی کنیم که اموال از کجا اومده، چجور اومده. خب خانمه خریده یا آقای خریده، خب بین زن و شوهر به نام یکیه. حالا طوری بوده که درسته حقوقش مثلا 79,000 دلار بوده، ولی بیشتر 79,000 دلار ریخته تو این خونه و همسرش هزینه های مثلا خونه اصلی رو داده یا هزینه های بچه ها رو داده، با اونا زندگی کردن. الان دو تا خونه هست، این دو تا خونه جفتش به نام یکی از همسراست، خب بهتر تقسیم اموال باید پیش بیاد. درست که اینکام یکیه. اگه مثلا خانم یا آقا فرق نمیکنه، 100,000 دلار در ماه در بیرون که 150,000 دلار و جفتشون هم خودکفا باشن، نیازی به حمایت همدیگه ندارن، آیا اون مثلا چیز اضافه دوباره تقسیم میشه؟ خب بستگی به کیس داره. آیا مثلا اون کسی که 150,000 دلار در آورده در سال، آیا مثلا بگیم که لایف استایلش میخوام بگیم؟ نه نه، بحث لایف استایل نمیخوام بگم، بحث اینه که به عوامل مختلف نگاه میکنیم ما. آیا این فردی که امروز 150,000 دلار در میاره که مده که تحصیلشو گرفته؟ چجوری گرفته؟ آیا در دوران ازدواج بوده یا دوران قبل از ازدواج بوده؟ اینا مهمه. اینا مسلمه که مثلا یه نفر آقای در طول زندگیش زمان دانشجویش کار میکرده و فشار روحی، روانی و مالی به همسرش میورده دوران دانشجویش، مسلمه که خانم مستحقه که یه پولی بگیره. الان غیر از اینکه دیفرنس رو ما نگاه میکنیم، بحث کامپنسیشن مطرحه. حالا فرض رو بر این بذاریم که جفتشون قبل از ازدواج تحصیل کرده بودن و فارغ التحصیل بودن، بعد با همدیگه ازدواج میکنن، آیا باز اینجا به لایف استایل هر کدوم، روش زندگی هر کدوم نگاه میکنن که فرض کنون که سر 50 تا در میاره و همون اندازه هم به اصطلاح تفریحات و ورزش و کارهای دیگر انجام میده، اون یکی دیگه در حد خودش، یا چنین چیزی پیش بیاد، آیا باز تعادل برقرار بشه، برابری باید بشه؟ این برابری که هیچ‌وقت انجام نمیشه، بلکه تناسب انجام میشه. به طور سعی میکنن تناسب انجام بدن. اما سوالی که اینکه این ازدواج که شما میگی یه سال است یا 30 سال است، اونا فرق میکنه. 100%. اگه یه ساله باشه، یه خانم آقای با هم یه سال بودن، حالا نیستم، فکر نمیکنم بحث لایف استایل اونچنان مطرح باشه یا اسپانسر سپورت نقش عمده‌ای داشته باشه. علی ازدواجی هست مثلا 25 سالشه، 30 سال ازدواج مشترک بوده، درآمد اون خانواده 100,000 دلار، 150,000 دلار نبوده، درآمد اون خانواده 250,000 دلار بوده. لایف استایل اون خانواده بر اساس اینکام 250,000 دلاری استوار شده از 25 سال گذشته. به طب مسلمه که اسپانسر سپورت تعلق میگیره و مسلمه که اجاسبت بشه. هر چقدر که مثلا طرف خودکفا باشه، باز حقشه که بگیره. آخه اگه خودکفا باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه لایف استایلش رو حفظ تونسته بکنه. آره. که امکان پذیر نیست. چجوری میتونه حقوق 100,000 دلار لایف استایل 25,000 دلاری رو بکنه؟ مثلا لایف استایل جفت به هم میخوره. ببینید بسیار موارد بعد این گفته بشه لایف استایل به هم میخوره،
اگر اینکام 250,000 دلاری دو نفر وارد خونه میشه، امروزه اون اینکام میشه 150 به 100. حالا کار به اصلا اسپانسر سپورت نداریم، همون باعث میشه که طرف وقتی که با 250,000 دلاره سالی ممکنه 4 بار بره مسافرت، ماشین بیاد ماشین مثلا خوبی بگیره که مثلا در ماه 1500 تا 2000 دلار مثلا قسطش باشه، خونش هم فراخ. ولی همچی که جدا داره میشه، اولین کاری که باید بکنن باید ببینن اموال چه تقسیم اموال کنه، بعد از اونجا هزینه های دو تا خونه بیشتر از هزینه یه خونه است. اون لایف استایل قبلی از بین میره. به نظر من لایف استایل قبلی کاملا از بین میره، بلکه این لایف استایل جدید شروع میشه که با شرایط جدید باید روش چیز بکنیم. بعد مثلا خریدای خونه تفاوت پیدا میکنه، بچه ها جدا میشه، یکی باید چارج سپورت بده، یکی باید هزینه های بده، میخوام بگم همه چی تفاوت پیدا میکنه. دیگه کسی نیست که تصمیم بگیرن، دو نفر تصمیم بگیرن که خب بچه چه ورزش هایی باید بره. در زندگی مشترک معمولا زن و شوهر خیلی راحت 2 دقیقه حل میکنه، چه هزینه بدن چه، ولی خب اینجا نه. وقتی جدا بشن دیگه داستان فرق، وقتی داستان هم فرق میکنه، هم دو طرف نمیتونن اون هزینه ها رو تحمل کنن، سخته. جداگانه من موکل داشتم، موقعش 250,000 دلار بود، باستش سخت بود هزینه ها رو بده. عجب بود اینکه لایف استوری رو قبول کرده بود که اون لایف استوری رو نمیشد نگه داشت. بله بله، وقتی جدا میشن اصلا مشکل میشه. میخوام که این هست، این مشکل همیشه ما در بسیار از موارد داشتیم، برای همین هم باید عزیزان بدونن که این مرحله مرحله است که باید سعی کنن که خودشون رو اجاست بکنن، باید ببینن ارزیابی دقیقی بکنن نسبت به اینکه کجا قرار گرفتن، چی کار میخوام بکنن بر اساس اون مرحله. اونم مستلزم اینه که قبلش با وکیل تماس بگیرن و جایگاه خودشون رو پیدا کنن. دقیقا باید حتما مشاوره بگیرن که بدونن که کجا قرار گرفتن و از حالا چی کار میخوام بکنن، چون دوران سختیه. بله، سپاسگزاریم از اطلاعاتی که دادین آقای دکتر. با تشکر شما آقای زریمه و با تشکر از بینندگان محترم تلویزیون آی‌تی‌سی که در سراسر دنیا این برنامه رو دارم میبینم و با تشکر از اتاق فرمان که مثل همیشه صبورانه دارن این برنامه رو ضبط میکنن، پخش میکنن و در دسترس عزیزان ما در سراسر دنیا قرار میدن. بله، از اینکه بیننده ما بودید از شما سپاسگزاریم و تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. خدا حافظ.